خب عرض درود و احترام خدمت تمامی عزیزان، شرکت کنندگان در این جلسه، فعالین حقوق بشر و تمام کسانی که ما رو به صورت لایو از یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر تماشا میکنن. امروز در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از جلسات هماندیشی کمیته جوان و دانش، دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 8 نوامبر سال 2022 و مهمان عزیزی هم داریم امروز، سرکار خانم شایع گلدوست گرامی، که میخواییم به موضوع که طبق معمول هر روز ما جلسات حق اعتراضی که داریم، به موضوع نقش جامعه رنگین کمانی در اعتراضات سراسری ایران بپردازیم. اما در ابتدای جلسه من خیلی کوتاه که وقت شما دوستان عزیزم نگیرم، میپردازم به یک سری از اتفاقات و خبرهای کوتاه در واقع توی این چند وقتی که این 53 روز اگر اشتباه نکنم جنبشی که شکل گرفته در ایران. در ابتدا میخوام یک آماری بدم خدمت شما دوستان عزیز از 26 شهریور ما تا 14، این آمار رو بدم خدمتون برای در مورد بازداشت شدگان و حتی جان باختگان و اتفاقاتی که افتاده، که به ترتیب میتونم خدمتون بگم که 49 کودک جان باخته، 38 نیروی امنیتی جان باخته، 14802 نفر تخمین شده زده از بازداشت شدگان، 1784 نفر که هویت بازداشتی های شناسایی شده هستش، 397 دانشجوی بازداشتی داریم، 857 تجمع شهری و دانشگاهی صورت گرفته. توی مدت 136 شهر معترض بودن و همینطور 134 دانشگاه معترض بودن. البته که ما بین این خبرها ما اخبار ربوده شدن داریم، کسانی که گمنام هستن یا خانواده هاشون، میدونیم به هر حال از ترس یا تهدیدی که شدن اعلام نکردن. مطمئنا آمار خیلی بیش از این هست، اما ما در واقع آنچه که در واقع مکتوب شده و سند داره براش رو خدمت شما اعلام کردیم. من یه تفاوت کوتاهی بگم خدمتون که این آمار تا 11 آبان 298 بود و 14 آبان 318، یعنی در فاصله 3 روز این اختلاف به وجود اومده. و مورد بعدی که دیگه در واقع میتونم بگم جز آخرین اخبار هستش، تصویب حکم اعدام معترضینی که در مجلس دیروز توسط، اسمشو نمیشه بذاریم چون اینا واقعا نمایندگان مردم نیستن در مجلس، رو خواستم خدمتون عرض کنم و بیش از این وقتتون رو نمیگیرم دوستان و مستقیما با مهمان عزیز برنامه شروع میکنیم. مایک در خیال شما، خواهش میکنم بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. بازم مجدد سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا هستن، ما رو میبینن به صورت زنده، ما رو میبینن یا اینکه بعدم ویدیو این برنامه رو میبینن. و جا داره که من هم یادی بکنم از همه عزیزانی که درگذشتن و جونشون رو از دست دادن در این 50 و چند روز اعتراضاتی که در داخل ایران، در شهرهای مختلف، در خیابانهای مختلف در جریان هست، و آرزوی پیروزی و آزادی بکنم برای همه مردم ایران هر جای دنیا که هستن، چون همه انسانها با هر ملیت، قومیت، دین، مذهب، جنس، جنسیت، گرایش جنسی حق این رو دارن که آزادانه زندگی بکنن و حقوق اولیه انسانیشون رعایت بشه، و امیدوارم مردم ایران هم به این آزادی دست پیدا کنن. همطور که شما اشاره کردید به موضوع برنامه و حضور جامعه رنگین کمانی و نقششون در اعتراضات
سراسری که اخیراً در جریان هست. من هم مستقیم میرم سر همین موضوع و مباحث و گفتگوهای دیگر رو میذارم برای دوستانی که تخصص دارن در زمینه‌های دیگه و تریبون برای اونها باشه که صحبت بکنن. اما من خودم به عنوان یک زن ترنس که حدود 30 سال در ایران زندگی کردم و بعدش الان شاید حدود 6-7 سال هست که دیگه در ایران نیستم و بزرگترین و بیشترین تجربه زیسته من در زندگی در جامعه ایران بوده به عنوان زنی از جامعه رنگین کمانی و به عنوان و بخشی از زندگیم به عنوان یک زن با هویت قانونی زنانه در جامعه ایران. پس همینجا جا داره بگم که من دردها، مشکلات، مسائلی که زنان در جامعه ایران تجربه کردند و میکنند رو هم با گوشت، پوست و استخونم احساس کردم و چه بسا در مواقعی حتی بیشتر و تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که تجربه می‌کردم بسیار تندتر و شدیدتر بوده، چون خیلی مواقع حتی از سوی جامعه زنان هم به عنوان یک زن در جامعه شناخته نمی‌شدم به واسطه هویت جنسیتی. اما این بار برخلاف همه اعتراضاتی که تا به امروز در دهه‌های اخیر در جامعه ایران شاهدش بودیم، همه ما متفق القول هستیم که این اعتراضات یک رویه متفاوتی داره، یک همبستگی مثال زدنی و یک تداومی داره که از دید کسی پنهان نیست و همه روی این مسئله متفق القول هستن. اما در مورد جامعه رنگین کمانی اگر بخوایم صحبت کنیم، میبینیم که در شاید بگم در چند سال اخیر، 10 سال اخیر، جامعه رنگین کمانی خارج از کشور، کسایی که مثل من مجبور به مهاجرت شدن یا تبعید شدن از کشور خودشون، رفته رفته به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه فضای مجازی و امکاناتی که اینترنت و تکنولوژی در اختیارشون قرار میداد، سعی کردن که جامعه ایران رو آماده بکنن و آشنا بکنن و مشاهده پذیر بکنن با تنوع انسان‌ها، تنوع گرایش‌های جنسی یا هویت‌های جنسیتی در انسان‌ها. و شاید چند سالی هست که خود جامعه رنگین کمانی داخل ایران هم نه به صورت کاملا آشکار، اما از کانال‌هایی دارن این فعالیت‌ها رو می‌کنن و حرف خودشون رو و مشکلات و مسائل خودشون رو به فضای بیرون از ایران هم می‌رسونن، به دوستان و عزیزان و اعضای جامعه که در خارج از کشور زندگی میکنن، به رسانه‌های آزاد خارج از کشور و نهادهای حقوق بشری. اما با شروع اعتراضات سراسری در داخل ایران امسال، ما میبینیم که جامعه رنگ کمانی بسیار حضور پررنگی دارن، بسیار حضورشون پررنگ است، مخصوصا در تجمعاتی که در خارج از کشور توسط ایرانیان توی شهرهای مختلف برگزار میشه. ما اگر اغراق نکنم، همه تجمعات و تصاویر و ویدیوهایی که از این تجمعات دیده میشه، پرچم رنگین کمانی رو ما در تصاویر میبینیم، در میان پرچمهای حالا احزاب مختلف و پرچمهای ایران، پرچم رنگین کمانی هم به وجود دیده میشه و اعضای جامعه رنگین کمانی با قدرت و آشکارا در صف اول اعتراضات در تجمعات خارج از ایران هستند. هرچند که جامعه ایرانی خارج از کشور هم به دلیل همون فرهنگ بسته، ناآگاهی و عدم آموزش، خیلی از مواقع پذیرای
حضور جامعه رنگین کمانی حتی در خارج از کشور در تجمعات نبوده و نیست، اما من فکر میکنم این دفعه جامعه رنگین کمانی خیلی چیزها رو به جون خریدن و خودشون رو در معرض خیلی از خشونت ها قرار دادن، اما ایستادن و حرف خودشون رو زدن و حقوق خودشون رو مطالبه کردن و اثبات کردن که ما هم بخشی از جامعه ایران هستیم و ما هم حق داریم که باشیم در کنار شما، اعتراض کنیم، مبارزه کنیم و مثل شما به آزادی دست پیدا کنیم. در داخل ایران هم میبینیم از شهرهای مختلف اخباری به دستم رسیده که اعضای جامعه رنگ کمانی مخصوصا زنان ترنس در ایران آشکارا مبارزه میکنن. مثلا در ارومیه خیلی شاهده این بودیم که زنان ترنس در صفوف اول اعتراضات هستن و آشکارا به عنوان یک زن ترنس مبارزه میکنن و این حضور و این پررنگی حضور تاثیر خودش رو بر جمهوری اسلامی هم خواهد گذاشت. همونطور که هفته گذشته شاهده این بودیم که یک تعدادی از بسیجیان در جلوی سفارت بریتانیا وقتی پرچم بریتانیا رو به آتش کشیدن، پرچم جامعه رنگین کمانی رو هم همراه اون به آتش کشیدن و من فکر میکنم که این نشونه ترس، ناتوانی و عجز جمهوری اسلامی هست با وجود اینکه 4 دهه سرکوب کرده، به حاشیه رونده و این جامعه رو خفه کرده و همیشه روی کردش از انکار حضور این جامعه تا انگنگاری این جامعه، بیمار پنداری اعضای این جامعه، به جایی رسیده که عجز و ناتوانی خودش رو نسبت به حضور این افراد در صف اول مبارزات نشون میده. البته این کار، این حرکت برای اولین بار نبوده توی چند سال گذشته. هر چقدر که جامعه رنگین کمانی مبارزتر شدن و آشکارا بیرون میان و حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، میبینیم که توی تجمعات و تظاهرات حکومتی مثل 22 بهمن و غیره بارها پرچم رنگین کمانی رو آتیش زدن یا از روش رد شدن، لگدمال کردن و این نشون میده که جمهوری اسلامی میدونه که جامعه رنگین کمانی هست و قوی هم هست و مطالباتش هم نه تنها مطالبات اجتماعی بلکه مطالبات سیاسی هست و میتونه نقش تعیین کننده در آینده ایران آزاد داشته باشه. به همین دلیل داره عکس العمل نشون میده و ما این عکس العمل ها رو میتونیم اینطور استنباط کنیم که از ترس نشأت میگیره و از نگرانی، به این دلیل که پایه های نظام جمهوری اسلامی بر مبانی دوگانه جنسی و جنسیتی گذاشته شده و این دوگانگی جنسی و جنسیتی همه این سالها ابزاری شده تا جمهوری اسلامی بتونه اون قدرت رو که نظام مرد سالار برای حفظ بقای خودش بهش نیاز داره رو به مردان جامعه بده و اون رو هی تقویت بکنه و زنان جامعه رو در درجه دوم اهمیت و شهروندی قرار بده و سرکوبشون بکنه و هر کسی خارج از این دوگانه رو اصلا به رسمیت نشناسه. و حضور جامعه رنگین کمانی نشان دهنده اینه که دیگه امروز هیچ جای دنیا این دوگانه ها معنا نداره و این قالب های دوگانه و این کلیشه ها و این ساختار های دوگانه داره شکسته میشه و میبینیم که در خیزش اخیری که در ایران در حال جریان هست هم حضور قشر رنگین کمانی نشون میده که جامعه آماده این هست که این دوگانه ها رو بشکنه و آزادی سهم همه افراد باشه، فارغ از جنس، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، اتنیک و هر دیدگاه سیاسی و اجتماعی و طبیعتا هم تعریف درست از دموکراسی همین است که همه اعضای یک جامعه بتونن حقوق برابر داشته باشن با هم دیگه. و من فکر میکنم هم حضور جامعه رنگین کمانی بسیار مهم هست
در آینده ایران آزاد هم بسیار داره تأثیر خودش رو میگذاره، چون من فکر میکنم تا در اعتراضات گذشته، در سالهای قبل، اپوزیسیون که در خارج از کشور هست خیلی اهمیت نمیدادن به حضور اعضای جامعه رنگین کمانی در نشستهای سیاسی و مطالبات سیاسیشون، اما فکر میکنم حالا به این نتیجه رسیدن که میبایست این قشر رو هم به رسمیت بشناسیم و میبایست همراه اونها و در کنار اونها مبارزه کنیم، که اگر اشتباه نکنم هفتم آبان ما در یک نشستی که توسط جمعی از احزاب اجتماعی و سیاسی دموکرات در بروکسل هم برگزار شد، دعوت شده بود از نماینده ای از جامعه رنگین کمانی هم حضور داشته باشه و در بیانیه ای هم که منتشر شد، در بندهای بیانیه به تنوع و آزادی انسان ها جدا از جنسیت و گرایش جنسی و دستیابیشون به حقوق برابر اشاره شده. خیلی موقع ها این روزا میشنویم که الان وقتش نیست، الان موقع فقط تمرکز روی آزادی ایرانه، تمرکز روی اینه که جمهوری اسلامی رو ما نابود بکنیم و الان وقت مطالبات جامعه رنگ کمانی نیست، وقت پرداختن به مسائل جنسی و جنسیتی نیست. و من متاسفم که گاهی این رو از زبان افرادی میشنوم که صاحب نظر هستن در حوزه اجتماعی و سیاسی، اسمی دارن، و من فکر میکنم این ما رو برمیگردونه به همون سیاست‌های حذف که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها دنبال کرده و تونسته بین ما تفرقه بندازه، و این تفرقه باعث شده که ما ضعیف‌تر بشیم. اما مطمئنم که حضور اعضای جامعه رنگین کمانی با قدرت رفته رفته نه تنها احزاب و گروه های سیاسی خارج از کشور رو، بلکه مردم جامعه ایران رو در داخل ایران و در فردای ایران آزاد به این نقطه میرسونه که حقوق این قشر هم در کنار حقوق اقشار دیگه میباعث رعایت بشه و بسیار هم اهمیت داره و این قشر حتی در اقلیت هم نیستن. بسیار عالی خانم گلروز گرامی، ممنون از صحبت‌های خیلی خوبی که داشتین. من در ابتدا، بله جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، با درود به شما گلروز گرامی، چون نمیدونم بگم خانم گلروز خوشتون میاد، صحیح هستن میدونید یا نه، ترجمه میدم. بله بله، من خودم رو زن پرنانسم شی و هر. بله، بنابراین به شما میگم خانم گلدوس عزیز و توضیحات بسیار خوبتون، کاملا حق با شماست. حقوق مال هم است، به کسی هم ربط نداره که شما چی هستین یا نیستین، و شما سالمین و درست گفتید. مطابق من متوجه نشدم گفتید ما اقلیت نیستیم، منظور شما چیست؟ آیا منظور شما این هستش که میخواید توضیح بدین بلافاصله؟ منظور شما از اقلیت چیه؟ بله حتما، من منظورم این بود که منظورم از لحاظ آماری نبود، از لحاظ حضور در جامعه. من فکر میکنم مسائل جنسی و جنسیتی، من فکر میکنم به همه به قدمتی به تاریخ بشریت داره، هیچ کس نمیتونه فاکتور بگیره مسائل جنسی و جنسیتی رو در انسان ها، هرچند ما هیچ وقت نپرداختیم اونجور که باید. اما چون این کلمه اقلیت، من هم یک موقعهای استفاده میکنم برای بیان جامعه رنگ کمانی، اما این اقلیت یک موقعی باعث میشه که چون شما تعدادتون کمه، پس الان زمان پرداختن به شما نیست. من خواستم بگم که حضور اجتماعی و سیاسی ما اقلیت نیست. درسته، حق با شماست، برای اینکه شما هم شهروند هستین و شهروند اقلیت اکثریت نداره. شهروند یعنی صاحب تمام حقوق بدون استثناء و بدون پس و پیش کردن و بعد و الان گفتن، و بنابراین تایید میکنم حرف شما رو که همین الان از قضا موقعی گفتن اینه. اما میدونم که مشکل بزرگی رو شما دارین و اون نه تنها رژیم های سیاسی شما رو تحمل نمی کنند، بلکه در مردم هم تاب تحمل شما هنوز کافی نیست و
در واقع این نگاه که خانواده رو زن و مرد تشکیل میدن، زن و زن یا مرد و مرد یا ترانس با زن یا ترانس با مرد یا ترانس ها با خودشون تشکیل نمیدن هم وجود داره و بنابراین خواستم میکروفون رو گرفتم که هم شما رو تایید کنم چون سعی کردم ببینم در گفته شما چی گفتید که ناصحیحه، دیدم هیچی ناصحیح نیست، هر چی گفتید صحیح گفتید، آفرین بر شما. و بدونید که حداقل من و سازمانی که باش هستیم از شما حمایت میکنیم، میدونم که خیلی از ایرانی هم از شما حمایت میکنن. من در فرانسه زندگی میکنم، در تظاهرات پاریس دیدم که پرچم شما بود، اعتراضی هم ندیدم نسبت به اینکه چرا پرچم شما هست و نشان میده که جامعه داره خودش آماده میکنه برای پذیرش شما. بنابراین سوال من از شما این خواهد بود در مورد خانواده و اینکه اصلا شکل خانواده چگونه باشه، چی فکر میکنید؟ آیا همین طوری که در مورد خانواده به آدم رو قبول دارید یا اینکه معتقد هستید اصلا خانواده اینکه دو نفر تشکیل میدن با بچه ها صحیح نیست و لازمه یه تعریف دیگه وجود داشته باشه؟ مرسی، بفرمایید. متشکرم آقای رایی عزیز. بله بفرمایید. مرسی از شما، مرسی از همراهی و همدلیتون. همطور که شما گفتید مفهوم خانواده سالهاست که در جوامع مختلف و مخصوصا در غرب تغییر کرده. اون خانواده هسته‌ای که متشکل از پدر، مادر و فرزندان که معمولا هم فرزندان در این خانواده یک دختر و یک پسر در نظر گرفته میشن، در دنیای امروز معنا نداره. خانواده امروز میتونه من باشم و حیوان خانگیم یک خانواده رو تشکیل بدیم. خانواده میدونه تک والد و فرزندش باشه و جنسیت اون والد هیچ اهمیتی نداره، میتونه خودش رو مرد تعریف کنه، زن تعریف کنه یا نان باینری باشه، میتونه متشکل از دو والد که خودشون رو مرد تعریف میکنن باشه، میتونه متشکل از دو والد که خودشون رو زن تعریف میکنن باشه، یا یک والد مرد و یک والد نان باینری ترنس. و این تنوع انقدر میتونه گسترده باشه که این خانواده هسته‌ای سالهاست که شکسته شده. اما متاسفانه در جامعه ما به دلیل سیاست‌های حاکم به نفع نظام که سلطه داره بر مردم در جامعه نیست که اصلا به این تعاریف بپردازه. بسیار حکومت جمهوری اسلامی سعی میکنه که نگه داره تمام اشکال کلیشه‌ای رو که مرتبط هستن با جنس، جنسیت و گرایش جنسی. چون همونطور که اگر زنان امروز روسری رو از سر بردارن در جامعه ایران، پایه‌های نظام حاکم سست و متزلزل میشه و دیگه اون تعریفی که اونا از نظام اسلامی ارائه کردن دیگه معنایی نخواهد داشت و این معنا شکسته میشه. به همون اندازم اگر بخواد بپردازه و بپذیره تنوع گرایش‌های جنسی، هویت‌ها و بیان‌های جنسیتی و همچنین تنوع خانواده رو، همین اتفاق دوباره برای اون دیدگاهی که برای خودش ساخته و به مردم تزریق کرده اتفاق میفته. برای همین نه، امروز در کشورهای پیشرفته، من در کانادا زندگی میکنم، اینجا اصلا معنا نداره که خانواده حتما باید یه خانواده هستی باشن. خانواده به هر شکلی که باشه از حقوق برابر برخوردار هستن. یک نکته که شما بهش اشاره کردید و خیلی نکته خوبی بود و اگه اجازه داشته باشم میخوام جواب بدم، این بود که حتی اگر نظام‌های سیاسی هم در خیلی از کشورهای دنیا میپذیرن جامعه رنگین کمانی رو و حقوق قانونی، شهروندی و مدنی بهشون میدن، اما خیلی از جوامع و اون فرهنگ سنتی که در خیلی از جوامع وجود داره و مخصوص به ایران هم نیست، همچنان پذیرای این قشر نیستن. هرچند قانون عامل بازدارنده‌ای هست برای اینکه افرادی که نمیپذیرن این قشر رو به خودشون اجازه بدن که خشونت، تعرض یا تبعیضی رو به اون فرد وارد بکنن.
اما مهمترین چیزی که در این جوامع از سالها پیش شکل گرفته و تونسته دیدگاه جامعه یا حداقل نسل جدید رو تغییر بده آموزش هست. آموزش مسئله بسیار مهمی است که ما در کشور خودمون محروم هستیم از اون، نه فقط در زمینه جنسی و جنسیتی، آموزش در بسیاری از موضوعات اجتماعی. و من فکر میکنم این بار رو کنشگران این حوزه حد میانه بگم 10 سالی هست که کنشگرانی که خارج از کشور زندگی میکنن بر دوش میکشن از طریق فضای مجازی. اما میشه این امید رو داشت که اگر ما در ایران آزاد زندگی کنیم، از رسانه‌های عمومی بتونیم استفاده کنیم برای آموزش دادن جامعه و بتونیم بسیار جامعه رو هم آگاه کنیم و همراه کنیم و پذیرا بکنیم. من خودم شاید حدود 5 سال هست که به صورت آشکارا فعالیت میکنم از زمانی که هنوز در کانادا نبودم، و واقعا میتونم ببینم که در این 5 سال حداقل مخاطبینی که من رو دنبال میکنن چقدر تغییر در دیدگاهشون و نگاهشون و چقدر لول آگاهیشون افزایش پیدا کرده. متشکرم از شما. جوای رای در خدمتتون هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله خیلی ممنون، کاملا صحیح میفرمایید. در واقع مشکل به نظر من از این چیزهایی که گفتین حتی یک مقدار لازمه بریم یه سطح بالاتر باز نگاه کنیم، و اون این استش که اصلا تربیتی که تو خانواده ها دختر و پسر رو میکنیم غلطه. یعنی دختر یه دخترانه بار میاریم، پسر و پسرانه بار میاریم و ایدئولوژیک بارشون میاریم. این نگاه ایدئولوژیک و این رفتاری که متفاوت داریم نامتعادلی هایی رو در جامعه وجود میاره که به عنوان مثال میگم، من دوستی دارم که کشتیگیره، دختراش رو برد توی سالن کشتی همینجا تو فرانسه، بهشون کشتی یاد داد. بعد میدید دخترش توی 9 سالگی کشتی با پسرها که میگیره خودشو عمدن میوازونه. ازش سوال کرد چرا اینجوری؟ من که میدونم تو میتونی اینو بزنی، برای اینکه تو تمرین کردی، اون تمرین نکرده و تو قدرت بدنیت با اجبار کم سنین از اون بیشتره. گفت برای اینکه اون پسره، من دخترم خجالت کشیدم که ببرم از اون. این نشان میده که در واقع ما نوع تربیت ما یه سری ایدئولوژی که ربطی به تربیت طبیعی ما نداره. طبیعت درش همه آزادی ها وجود داره و در واقع هیچ انسانی نیستش که بتونه تبعیض رو بپذیره به طور طبیعی. اگر میپذیریم به خاطر اینکه به قدرت آلوده شدیم و در قدرت هم تبعیض وجود داره، رابطه مسلط زیر سلطه است. نمیشه قدرت وجود داشته باشه رابطه مسلط زیر سلطه وجود نداشته باشه. در این رابطه برای اینکه با شما در گفتگو شریک باشم، همینطور با دوستان گرامی، من دختر عمه خودم از سن بسیار کم دختر بود در واقع ظاهراً، اما لباس پسرانه میخواست بپوشه. پدر مادرش جلوشو میگرفتن. پدرش کارخونه داشت، لباسای هر وقت پسرانه میپوشید از تنش در میآورد، توی حیاتش کارخونه آتیش میزد و اینقدر این مقاومت کرد تا بزرگ شد و بعد از انقلاب هم از ایران آمد و بالاخره هم عمل کرد و مرد شد. ازدواج هم کرد با یه خانومی و حتی خانمش بهش خیانت کرد از نظر جنسی اینطوری که میگه و طلاق گرفت، از اون دوباره ازدواج کرد و این نشان میده که و خانواده نپذیرفت. حالا خانواده دیگه این اومده خارج کشور تازه میپذیره و میگه چه اشتباهی کردیم. نشونه تغییر در ما ایرانی ها به وجود اومده و در واقع دیگه اون فکر 40 و 50 چند سال پیش رو دیگه نداره. ولی مشکل فقط ایران نیست، مشکل اینجاستش که مردسالاری، 1، 2، دین قدرتمدار، نه دین طبیعی، مقصرهای اصلی هستن اینا. شما به عنوان ترانس یا خانمی ترانس یا همینطور اقلیت‌های دیگه جنسی احتیاج ندارین که کسی به شما بگین دین چی هست، مرامتون چی هست. به طور طبیعی دین و مرام رو دارین و دین مرام شما حقوق شماست و این حقوق رو نمیشه زیر پا گذاشت به بهانه دینی. به بهانه حقوق رو که کنار میذارین
یعنی که دین ما دین نیست، دین ما یه چیز ساختگیه برای عده‌ای بر علیه دیگری، و در واقع ما که ساخته شده این برای دفاع از منافعی است بر علیه منافع دیگری، و در واقع نمیخواد در اینجا گفتگوی انسانی و آزادی انسانی و استقلال انسانی رو مورد توجه قرار بده. و در واقع اگر درست فکر بکنیم میبینیم که در یک اسکیزوفرنی ذهنی وجود داره و متوجه نیست، و به علت اینکه جامعه تکرار میکنه این اسکیزوفرنی رو به نظر عادی میاد، و در واقع لازمه توجه بکنیم که طبیعت ما کنارش عادت هم وجود داره، که این عادت هم میشه طبیعت ثانویه ما، و این عادت ها رو نه فقط خود ترانس ها و اقلیت های دیگه جنسی لازمه بشکنن، این نگاه لازم است در جامعه به وجود بیاد تا راحت بتونه دینی یا مرامی یا گفتمانی رو که توش تبعیض است رد کنه و تبعیض رو جرم حساب بکنه. خیلی ممنون. به هر حال من از شما این سوال رو دارم که خودتون در ایران گفتین، آیا مورد حمایت خانوادگی واقع شدین یا نشدین؟ مورد زخم زبانهایی که وارد شدین، آیا جایی رو داشتین که بتونین برین و به اونجا مشکلی که از نظر روانی برای شما پیش میارن رو حل کنین؟ یعنی شمایی که مشکل روانی ندارین براتون مشکل روانی رو پیش میارن، دیگران که براتون پیش میارن، شما تو طبیعت خودتون میخواید آزاد باقی بمانید نمیذارن. آیا در ایران وجود داره؟ و اگر هم وجود داره آیا علنی هست یا غیر علنی؟ مرسی. خیلی ممنون. ممنون آقای رای گرامی. خانم گل دوست عزیز، یک ثانیه فقط من به دوستانی که در جلسه حاضر هستن فقط بگم که لطفاً در بحث مشارکت داشته باشین و هر کدوم از عزیزان خواستن مشارکت کنن با علامت دست منو راهنمایی کنن. بفرمایید، ما در اختیار شما خواهش می‌کنم. مرسی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب طبیعتاً تجربه من هم مثل خیلی از اعضای جامعه رنگین کمانی، مثل خیلی از زنان ترنس و افراد ترنس در ایران تجربه خوبی نبوده. این چیزی که من دارم در موردش صحبت میکنم حداقل مربوط به 15 سال پیش جامعه ایران بسیار جامعه بسته بوده. سوشیال مدیا، فضای مجازی اینقدر فعال نبوده، ما دسترسی نداشتیم به امکاناتی که بتونیم یک سری اطلاعات رو کسب کنیم. حتی مسئله ترنس بودگی اون موقع از نظر سازمان بهداشت جهانی هم یک اختلال روانی، یک اختلال هویتی به حساب می اومده که بعداً چند سال گذشته در آخرین نسخه طبقه‌بندی بیماری های سازمان بهداشت جهانی از دسته اختلالات خارج شد و یک نوع طبیعی از جنسیت شاید به شکلی بیان شد. اما بله، من هم خانواده‌ای داشتم که نمیپذیرفتم به دلیل اینکه من تک پسر خانواده بودم و فرزند آخر بودم و با اختلاف زیاد از دو خواهر به دنیا اومده بودم و خانواده من هم خانواده سنتی و مذهبی بودن و هستن، و خب ما سالها در جدال بودیم. اما خب من شاید جوانتر بودم، جسورتر بودم، و زندگی من بود چیزی نبود که من بگم من میتونم کوتاه بیام. زمانی که خودم رو شناختم، خیلی هم دیر خودم رو شناختم، یعنی فکر کنم من زمانی که اصلا واژه ترنس به گوش من خورد 21-22 سالم بود. یعنی تا قبل اون اصلا من نمیدونستم که در این دنیا باید خودم رو چجوری هویت یابی بکنم. و خب بعد جدال‌های خانوادگی زیاد بود، ما مجبور شدیم سالها جدا از هم زندگی کنیم. اما من خانوادم رو آموزش دادم، همون آموزشی که اگر سیستم آموزشی ما این کار رو و این وظیفه رو انجام میداد، شاید فضا برای من و افرادی مثل من خیلی راحت تر بود. ولی ما اون موقع مجبور بودیم که تک به تک این مسئولیت رو به عهده بگیریم. من هرچه که مثلا سرچ میکردم در سایتی، بلاگی میخوندم، به خانوادم منتقل میکردم. اگر اون موقع فیلمی در میومد، مستندی، چیزی، مجبورشون میکردم که ببینن. و این جدال فرسایشی بود، اما چاره دیگه ای نبود. در مورد اینکه آیا نهاد، سازمان جایی هست که رسیدگی بکنه، باید بگم که ترنس ها در ایران، فقط ترنس ها،
در ایران تا یه حدی حمایت قانونی میشن. تا چه حدی؟ تا این حد که بخوان جراحی کنن و خودشون رو در یکی از دوگانه زن بودن یا مرد بودن بگنجونن که همرنگ جامعه بشن. در این صورت میتونن به دادگاه مراجعه کنن، مجوز دریافت بکنن و دکترها در ایران میتونن با اون مجوز اقدام به تجویز هورمون و آغاز هورمون تراپی و بعد جراحی بکنن. هرچند که چقدر دکتر متخصص داریم، کیفیت جراحی ها به چه شکل است، هزینه ها به چه شکل است، اونها یک بحث جداست. البته که من این روندی که دولت در پیش گرفته رو به صورت کلی حمایت از افراد ترنس نمیدونم، به این دلیل که من فکر میکنم که دولت با عنوانی به نام یک بحران اجتماعی به ترنس ها میپردازه و باز هم تاکید بر همون دوگانه داره، در صورتی که اگر مسئله حمایت بود میبایست بستر جامعه برای پذیرش افراد ترنس آماده میشد از طرف سیستم آموزشی یا دولتی، و زمانی که این بستر آماده میشد اجازه انتخاب اختیاری به افراد ترنس داده میشد که آیا میخوان پروسه ترنزیشن و جراحی رو انجام بدن یا نه. معمولا ترنس ها در ایران چاره ای ندارن به غیر از اینکه جراحی کنن، به دلیل اینکه مثلا حالا جامعه اینا رو بپذیره، که هر چند بعد از جراحی هم پذیرفته از سمت خانواده یا جامعه نمیشن. سازمان بهزیستی، مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی سازمان بهزیستی، مرکزی هست که مسئول رسیدگی و سازماندهی به افراد ترنس هست. اون زمان میدونم که تا سقف 5 میلیون تومان برای مثلا جراحی افراد ترنس کمک میکردن، حالا شاید الان بیشتر شده، اونم به شکلی که باید مدت ها تو نوبت میموندید. خودتونم فکر کنم بهتر میدونید که اگر بخواید کمک هزینه دولتی دریافت بکنید در ایران چه روند پیچیده ای داره، و همون موقع هم اگر میخواستیم مثلا پیش یک جراح خوب جراحی کنید، مبلغ جراحی چیزی بیشتر از 2 برابر مبلغی بود که مثلا به سیستی کمک میکرد، و اکثر بچه ها از خانواده ترد شده بودن، اکثر بچه ها مخصوصا زنان ترنس مجبور بودن که کارگر جنسی باشند، و خب اینها همون چیزهاییست که شما میگین ترنس بودگی باعث شده بود که این افراد براشون مشکلات دیگه به وجود بیاد و اون فشارهای اجتماعی و قانونی اینها رو به سمت مثلا کارگری جنسی یا بعدن به وجود اومدن یک سری مشکلات روحی و روانی کرده بود، که خب برای حل اون مسائل مثلا من خودم سالها و همینطور همین الان که در کانادا زندگی میکنم زیر نظر تراپیست هستم و دارو مصرف میکنم، چون تمام سالهایی که به من فشار روانی وارد شد، هرچند همیشه میگم که خانواده من در مقایسه با بچه های دیگه و خانواده های دیگه خانواده پذیراتری بودن، یعنی در نهایت کوتاه اومدن و کنار من، نمیگم پشت من ولی حداقل کنار من ایستادن، اما با این حال آسیب هایی که به من از کودکی حداقل بگم از دوران مدرسه به بعد در اون جامعه وارد شده بود و بعدن در خونه و این جدال و کشمکش با خانواده، از همون سالها من رو دچار استراب، استرس و انگزایتی شدید کرد که من همچنان هم باهاش دست و پنجه نرم می کنم. اما خب می دونم که مسائل و مشکلات بسیار شدیدتری برای خیلی از بچه ها اتفاق می افته که اگر هم تو اخبار شاهدش باشیم که خیلی ها به زندگی خودشون متاسفانه پایان می دن یا توسط اعضای خانواده به قتل می رسن. متشکرم از شما و پاسختون. جوابای شایگان، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، درود عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و همینطور خانم گلدوست عزیز. خدمت شما عرض کنم که من واقعیتش در مورد صحبت‌های اولیه خانم گلدوست میخوام یک موردی رو اضافه کنم در مورد اینکه فرمودن رژیم میترسه. ببینید، اینکه رژیم میترسه که جامعه رنگین کمانی رو بپذیره، اصلا
بخواد حالا نه اصلا تایید که هیچی تایید که نمیکنه کلا بخواد حداقل بهشون یه حقوق خیلی حداقلی هم قائل بشه، این اصلا برمیگرده به اینکه رژیم جمهوری اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی است دیگه در واقع. بعد این وقتی که این ایدئولوژی مبتنی بر یک خوانش رادیکال از شریعت باشه، این یه خیلی وحشتناک‌تر میشه و برخلاف اون چه که مثلا خیلی ها میخوان بگن نه اسلام این نیست اونه، اتفاقا اسلام دقیقا همینه. اسلام یعنی شما وقتی قرآن رو میخونی، بله یک پنجمش شاید مثلا بله خیلی خوب باشه و همه چی اوکی و گل و بلبل، ولی چهار پنجم دیگهش کلن همینه، یعنی همه جامعه رو برده و مطیع خودش باید بدونه و همه رو از دن قتال میکنه و غیره و ذالک. پس بنابراین جمهوری اسلامی چون یک نظام ایدئولوژیک هست، بنابراین بر نمیتابه هیچ گونه از این موضوعات رو. از سوی دیگه به همین دلیل که خب یک نظام ایدئولوژیک هست، خب توی اون سیستم آموزشی هم داده نمیشه، فرهنگ سازی هم داده نمیشه. شما فرمودین تو صحبتاتون که اگر تو بخش آموزش، حالا آموزش پرورش فکر می‌کنم منظورتون بود، این موضوع رواج پیدا می‌کرد و از همون ابتدا همه باهاش آشنا می‌بودن، شما کارتون راحت‌تر می‌بود. خب بنابراین اینو دقیقاً درست می‌فرمایید. کسانی که تو خودم تا زمانی که تو ایران بودم اصلا هیچ شناختی نداشتم از این موضوع. من اول بار پرچم رنگین کمالی رو تو آلمان دیدم. می‌دونید چی میگن؟ یعنی اونم مثلا 10 سال پیش، یعنی اصلا نمیدونستم اصلا این چی هست. بعد از اینکه پرسیدم، یکی این موضوع. موضوع دوم متاسفانه این بحث تغییر جنسیتی، یعنی اون چیزی که یک شخصی در ابتدا مرد نامیده میشده ولی خودش ذاتاً زن بوده و خودش رو خواسته زن تعریف کنه یا برعکس. این من این رو جدیداً نزدیک تقریبا 3 هفته است ما با یک دوستی آشنا شدیم آلمان. این توی جامعه آلمان هم حتی من میخوام بگم که خیلی سخت هست این موضوع برای این عزیزان. ما 3 هفته پیش فکر می‌کنم، حالا یکم بیشتر و کمتر، حالا دقیقش رو نمیدونم، با یک خانومی آشنا شدیم، باهاش دوست شدیم که این خانوم قبلا مرد تعریف می‌شده، یعنی ایشون حتی همسر داشت، 5 فرزند داشته فلان، ولی خب به هر حال به این نقطه رسیده که خب من میخوام خودم رو زن تعریف کنم و رفته حالا از طریق پزشک غیر و ذالک. از خانواده، از جامعه خودش، یعنی دوستان آلمانی شاید بگم 1 یا 2 تا واقعا دوست داره، از یعنی جامعه آلمانی ها هم طرد شده. و وقتی ما اینو بعد از این علتم اولش نمی‌دونستیم، خب خیلی با آغوش باز هم پذیرفتیم وقتی گفتش که حتی خیلی هم خوشحال شدیم که خب چه ایرادی داره، مثلا فرقی نمی‌کنه که شما چی بودی یا الان چی هستی، شما یک انسانی، ما هم یک انسانی، حالا بقیه چیزا اصلا مهم نیستش. میخوام بگم که در جوامع پیشرفته هم با هم پیش میاد که پذیرفته نمیشه. من این 2 مورد رو مثلا میگم. ممنونم. مایک شما فکرم بسته است سمانه جان. معذرت میخوام، ببخشید. تشکر کردم از آقای شایگان عزیز و عرض کردم که اتفاقا یکی از سوالهای من هم همین بود که آیا این تفاوت رو شما الان در جامعه غیر از ایران در اونجا مثلا این رو حس میکنید یا همچنان مشکلاتی سر راه شما هست؟ مایک در اختیارتون، بفرمایید خانم گلدوست عزیز. مرسی. ببینیم، من تو صحبتام هم اشاره کردم، من هم معتقدم در هنوز هم در بسیاری از جوامع دنیا، مثلا ما جنبش جامعه کویر یا رنگین کمانی که بعدها تبدیل شد به ماه پراید یا ماه افتخار و رژه های جامعه رنگین کمانی در کشورهای مختلف میبینید، از آمریکا شروع شد و جنبش استونوال بود در آمریکا حدود 50 و اندی مثلا سال گذشته. اما ما میبینیم که جامعه آمریکا هم جامعه بسیار سنتی و مذهبی هست. اما اونچه که من در صحبت ها من بهش اشاره کردم، قانون هست که در این جوامع
حرف اول رو میزنه. اگر همسایه من پذیرای من نباشه، نمیتونه، نظرش رو میتونه فقط برای خودش نگه داره، نمیتونه به من فحاشی کنه، نمیتونه به من توهین کنه، نمیتونه من رو مورد تبعیض قرار بده. جایی نمیتونن به خاطر هویت جنسیتی یا گرایش جنسی من به من کار ندن. ممکنه که این کار بکنن، اما من این حق رو دارم که اونها رو به پای میز محاکمه بکشونم. حداقل در کانادا اینطوریه و من این رو مطمئنم که میتونم این کار رو بکنم. من در سطح جامعه در کانادا، حالا برای من به شخصه، من در ایرانم بعد اینکه پروسه ترانزیشن و جرایی رو گذروندم، شاید به واسطه اینکه از لحاظ ظاهری و بیان جنسیتی با اون کلیشه هایی که جامعه ما برای زنان میپسنده خیلی منطبق بودم و به اصطلاح شاید کسی متوجه نمیشد که من یک زن ترنس هستم، کمتر مورد خشونت و آسیب قرار گرفتم. و در این جوامع هم همینطور هست، یعنی در خیابان به صورت روزمره یا تا زمانی که خودم در مورد صحبت نکنم شاید کسی متوجه نمیشه من زن ترنس هستم، اما بارها میبینم زنان ترنس، اعضای جامعه رنگ کمانی، مردان ترنس که در خیابان تردد میکنن، بیان جنسیتی بسیار متفاوتی دارن و اصلا کسی بهشون نگاه هم نمیکنه. هرچند که خشونت در این جوامع هم هست، مثلا ما تو آمریکا هم قتل افراد ترنس آمار بالایی داشته و اکثر اونها هم زنان ترنس بودن، اما من میخوام این رو بگم که عامل بازدارنده هم وجود داره. در ایران متاسفانه میتونن به تو خشونت کنن، مورد تبعیض قرار بگیری، سرکوبت بکنن و دست تو هم به اینجا بر نیست. تو در مدرسه مورد خشونت قرار میگیری، از مدرسه میای تو خیابون مورد خشونت و تبعیض و تمسخر و توهین قرار میگیری، میای خونه سرکوفت میخوری، خانواده هم پذیرای تو نیستن و برات هزار و یک مشکل مثلا روحی، روانی، جسمی هم به وجود میاد و در مراجعه به پزشک هم ممکنه اون پزشک هم تو رو مورد تبعیض و خشونت قرار بده و هیچ مرجع قانونی هم وجود نداره که تو پیش اون مرجع قانونی دادخواهی بکنی. اما یک نکته که دوست عزیزمون هم گفتن در مورد آموزش، بله من آموزش از مدارس شروع میشه، اما من هدفم این رو خواستم توضیح بدم، از آموزش فقط مدارس نیست، رسانه‌های عمومی بزرگترین مسئولیت آموزشی رو بر عهده دارن. در تلویزیون ما راجع به مسائل جنسی، هرچند که دیگه مردم اونقدر تلویزیون رو نگاه نمی کنن، اما رسانه پرمخاطبیه، نمیتونیم نادیده بگیریم. تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجلات، چیزهایی که وظیفه تئاتر، سینما، اینها ابزار و امکانات فرهنگ سازی در هر جامعه هستند. شما ببینید که الان در آمریکا رو با 10 سال پیش مقایسه کنید، از هر 10 فیلمی که در هالیوود ساخته میشه چند فیلم و سریال به موضوع جامعه رنگ کمانی میپردازه، یا حتی اگر موضوع اصلیش نباشه در کنار موضوع اصلی به این افراد هم پرداخته میشه. من خودم مثلا اگر یک سریال مثلا آمریکایی رو دنبال میکردم از چند سال گذشته، دیدم این سریال رفته رفته با مسائل و اصطلاحات بروز شده جامعه رنگین کمانی موضوعاتش رو بروز کرده. مثلا توی شاید سیزن مثلا اول، دوم، سوم نهایت مثلا به افراد گی و لزبیان میپرداخت و الان میبینیم مثلا در سیزن 19 و 20 در مورد افراد نان باینری حرف میزنه، چیزی که در چند سال اخیر خیلی در جوامع صحبت شده راجبش، اینکه اصلا ما این زن و مرد بودن رو میتونیم پا رو فراتر ازش بذاریم و خودمون رو انسان تعریف بکنیم. این مسئله اگر در جامعه ما در حداقل این 4 دهه وجود داشت، ما در نقطه بسیار خوبی بودیم، چون من فکر میکنم که قبل از انقلاب 57 حتی اگر قانون و جامعه به صورت رسمی آماده پذیرش اعضای جامعه رنگ کمانی نبودند، اما ما هیچ
مانع قانونی هم برای این افراد نداشتیم، یعنی جرم انگاری نمیشد گرایش های جنسی مختلف و هویت های جنسیتی مختلف. و یکی از مثال های بارزش بیژن صفاری و اون مراسم ازدواجی بود که در تهران به همراه همسرش که اون هم یک مرد بود گرفته بود. اوکی، جامعه نمیپذیرفت، برای اونها حواشی بسیار ایجاد میشد، اما هیچکس اونها رو به پای میز محاکمه هم نکشوند، هیچکس اعدامشون هم نکرد. اما در قانون مجازات اسلامی با صراحت عنوان شده که رابطه جنسی بین افراد هم جنس از شلاق تا به اعدام حکم قانونی داره. برای همین با صراحت میشه گفت که جون افراد متعلق به این جامعه حتی در ایران در خطر. ممنون خانم گلوس عزیز از پاسختون. من خیلی کوتاه فقط یه نظری میخواستم بگم با توجه به تمام مسائل مشکلاتی که شما فرمودین. حداقل این که میتونم بگم که شاید در سالهای اخیر، خیلی دور هم نمیشه رفت، حداقل میتونم بگم با توجه به اینکه ما هیچ فرهنگ سازی هیچی نداشتیم در ایران نسبت به جامعه رنگ کمان و حتی آشنایی هم خیلی ها ندارن و مقاومت خانواده حالا از نظر مذهبی یا فرهنگی یا عقیده هر چیزی، ولی حداقل میگم در سالهای اخیر میتونم بگم که پذیرف هرچند خیلی کمه هنوز، اما باز جامعه تا حدودی پذیرفته این مسئله رو و من میتونم بگم حداقل واکنش ها نسبت به بازداشت های این افرادی که صورت گرفته یا حتی در خانواده هایی که کشته شدن اینجور افراد و یا حتی دستگیری یا و حکم هایی که صادر شده براشون، واکنش ها دقیقا نشان از این داده که مخالف این مسئله هستن و فکر میکنم حالا البته زمان نیاز داره واقعا تا این فرهنگ ساخته شده در کشور و پذیرش بشه، اما واقعا جای امید هستش. خب فکر میکنم آقای شایگان بله اول ازشون بالا بود، ایشون بشنویم و بعد خانم جهانبین است. بفرمید آقای شایگان. عذرخواهی میکنم، نه من فکر کنم دفعه پیش دستم بالا بوده. اوکی، من اوکی. در حال حاضر صحبت ندارم. اوکی، متشکرم. خانم جهانبین عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و خوشحال هستم که مجددا خانم گلدوست عزیز رو توی جمع خودمون میبینیم. واقعا جای این گفتگوها و این صحبتها خیلی بیشتر از این نیاز هستش که صحبت بشه. اما من یه سوالی ازتون داشتم بانو. الان توی این انقلابی که داره اتفاق میفته، خب نقش زنان خیلی پررنگ هستش و ما میبینیم که این جنبش زنان و خواسته زنان، خب همه از حق صحبت میکنن و حق برابری صحبت میکنن، و اما خیلی ریزتر صحبت میکنن. مثلا فرض کنید میگن که آزادی انتخاب پوشش یا به هر حال حق خروج از کشور، حق طلاق، بحث ارث و میراث، تمام این موارد رو میگن. خیلی دوست دارم ببینم که خواسته خانواده رنگین کمانیا در فردای ایران، در ایران فردا چی هستش؟ اگر که بخوایم خیلی ریزتر بگیم، مثلا خب به هر حال من دوستانی دارم که از خانواده رنگین کمانیا هستن و مثلا در مورد ازدواج همجنسگرایان دوست دارن که این اتفاق بیفته و قانونش اجرا بشه. یا اینکه خودتون الان توی صحبتاتون گفتین که این حق حفظ کرامت انسانی ما از نظر قانونی، اینکه بشه پیگیری قانونی کرد، اگر که به اون کرامت انسانی ما لطمه وارد شد بتونیم به هر حال یه مرجع پیگیری باشه. این دو مورد رو من میدونم، اما خیلی دوست دارم بیشتر به صورت ریزتر بدونم که در ایران فردا خواسته بچه‌های رنگین کمانی چی هستش. مرسی. متشکرم خانم جهانبین عزیز. خانم گلدوست عزیز اگه اجازه بدین آقای پرویزی رو هم بشنویم لطفاً. متشکرم، مرسی. آقای پرویزی ما در اختیار شما، بفرمایید. سلام، وقت همگی بخیر. ممنونم از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید. بخش با
بزرگی از صحبت‌هایی که می‌خواستم انجام بدم رو خود خانم گلدوست عزیز و دوستان دیگه هم انجام دادن، اما شاید من بهتر اینجوری بگم، خب خانم گلدوست عزیز در مورد پیشرفت پذیرش جامعه حالا در جامعه جهانی و خود جامعه در ایران به این جامعه رنگین کمانی رو توضیح دادن، اما من همچنان میشناسم افرادی که در شدیدترین وضع ممکن در ایران هستن، چرا که هنوز اون جامعه به طور کلی نتونسته این قضیه رو بپذیره. خب من الان میشناسم افرادی که پدر خانواده با آجر دندون بچه خودش شکونده به خاطر اینکه چون یک ترنسه و الان اون شخص در یک شهر دیگه و یک جای دیگه در منزل یکی از اقوام دیگه داره زندگی میکنه و دچار سوء تغذیه شده، دچار افسردگی حاد شده. بنابراین من فکر میکنم در انقلاب پیش رو ما هرچند که به قول خانم گلدوست عزیز بخش عظیمی از فرهنگ سازی که از طریق رسانه ها میشده انجام بشه رو از دست دادیم، اما واقعا نیاز مبرم داریم به این قضیه، چون که فقط بحث قانونی نیست، حمایت قانون تنها هم نیست. ما تا زمانی که مادامی که نمیتونه خانواده نمیتواند بپذیرد که یک ترنس در جمع خودش رو باید بپذیره، این معضل بزرگی همچنان، به خصوص در یک جامعه که تماما افکار و اون دیدگاه هایی که داره به صورت بسته است. ولی حالا من نمیخوام مذهبی بودن و چیز رو بگم، شاید خانواده‌ای بپذیره این فرزند رو، اما به دلیل این حرف هایی که در جامعه وجود داره ناچار باشه که برونه این افرادی رو که در خانواده خودشون هستن. بنابراین فرهنگ سازیه خیلی باید با شدت بیشتری پیش بره. میگم هرچند که در جامعه های جهانی دارن این قضیه رو به صورت جدی پیگیری میکنن، اما خلأش در ایران خیلی بسیار زیاده و متاسفانه شاید من نوعی زمانی دارم حمایت میکنم که در خانواده و در اطراف خودم این جامعه رو ندیدم، یا از اقوام نزدیک من نیست، از وابستگان من نیست. اگر همین دیدگاه رو در زمانی که در یکی از وابستگان من، یکی از نزدیکان من داشته باشم، اون خیلی تاثیرگذارتره تا اینکه فقط بگم از دور آره این وضعیت وجود داره و خب باید حمایت کنیم. ولی خب متاسفانه خیلی وحشتناک جامعه رنگین کمانی ها در ایران که خانم گلدوست هم اشاره کردن واقعا بعضی وقتا منجر به خودکشی هم میشه و منجر حالا علاوه بر خودکشی منجر به قتل هم میشه. مرسی، ممنونم. من در ادامه اگر فرصت شد باز در خدمتتون هستم. متشکرم جناب آقای پرویزی. خانم گلدوست شما رو بشنویم، بعد صحبت شما جناب آقای رایی رو بفرمایید. مرسی، ببخشید من خانم اگر اشتباه نکنم جهانبین بودن اون سوالی که پرسیده بودن که چطور اگر بخوایم جزئیات مطالبات جامعه رنگین کمانی رو بیان کنیم چه خواهد بود. البته که من خب نماینده این جامعه نیستم، طبیعتاً برای اینکه به همه اون خواستا دست پیدا کنیم باید یک طیف بزرگتری رو ازش نظرخواهی بکنیم و ببینیم که نیاز همه این جامعه چیست. من شاید نیاز یک طیف کوچکتری رو میتونم بیان کنم، اما من فکر میکنم در نگاه کلی همون برابری و داشتن حقوق برابر با دیگر افراد و دیگر شهروندان در جامعه هست، جدا از جنس، جنسیت، گرایش و بیان جنسیتی. مسئله جزئی اگر بخوایم نوشت نگاه کنیم، شما اشاره کردید که حق ازدواج هست. بله بسیار درست هست، حق ازدواج یکی از حق ازدواج برابر، یعنی حقوق برابر در ازدواج
افراد همجنس با یکدیگر، حقوق برابر در ازدواج افراد با هر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی با یکدیگر، با دیگر افراد دیگر جنسگرا و مردان و زنان سیسجندر در جامعه، این یکی از حقوق است. دسترسی به خدمات بهداشتی و جنسی رایگان برای عموم است. مسئله آموزش که بهش اشاره کردم یکی دیگه از خواسته های جامعه رنگین کمانی هست که در جامعه از مدارس تا رسانه ها باید تریبون هایی برای پرداختن به موضوعات جنسی و جنسیتی داده بشه، که این حرف های آقای پرویزی رو هم تصدیق میکنه. هرچند ما میگیم که مثلا امروز شرایط از چند سال پیش بهتره، اما این بهتر بودن به چه معنا هست؟ آیا اینکه هیچ مشکلی ندارند اعضای این جامعه در جامعه ایران؟ چرا دارن؟ مگه چند درصد از مردم در جامعه ما به فضای مجازی و سوشیال مدیا دسترسی دارن؟ درصد بسیار کمی هستن. ما به غیر مرکزیت جامعهمون، بسیاری از مردم جامعه ما حاشیه نشین و به حاشیه رونده شده هستن که دسترسیشون به امکانات آموزشی، رسانه‌ای، فضای مجازی بسیار کمه. پس این آموزش باید به صورت عمومی داده بشه به جامعه، مخصوصا برای افرادی که به حاشیه رونده شدن. نکته دیگه رو اگر بخوام بهش اشاره کنم در مورد افراد ترنس، مخصوصا امکانات پزشکی متناسب با علم روز دنیا هست و دادن این اختیار در تصمیم گیری به انجام ترانزیشن یا انجام جراحی هست. پذیرش تنوع گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی به صورت قانونی هست، علاوه بر این که و من فکر می کنم اگر ما به وقت زمانی که به ایران آزاد برسیم، حداقل دیگه قوانین مدنی ما بر پایه اسلام نخواهد بود و ما قانون مجازات اسلامی در جامعهمون نخواهیم داشت، به این دلیل که باید حذف بشه قانون ضد انسانی اعدام برای همه انسان‌ها و مخصوصا انسان‌ها به دلیل گرایش و تمایلات جنسی و عاطفیشون به شخص دیگه، و در مقابل مفاد قانونی باید وجود داشته باشه که تنوع گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی رو در همه ابعاد و لایه‌های اجتماعی پذیرا باشه و از اون دوگانه کلیشه‌ای جنسی و جنسیتی خارج بشه. من فکر میکنم تا جایی که الان حضور ذهن دارم اینها مباحثی است که خیلی جزئیات بیشتری رو هم در بر میگیره. مثلا ما حق آزادی پوشش رو وقتی در موردش حرف میزنیم، که بیشتر در مورد زنان این رو حرف میزنیم، این آزادی در انتخاب پوشش شامل همه افراد در جامعه میشه و میتونه تاثیر بسیار مثبتی در پذیرش افراد با بیانهای جنسیتی مختلف داشته باشه. ما بسیاری از زنان رو داریم که نه خودشون رو همجنسگرا تعریف میکنن، نه هویت جنسیتیشون رو منتسب به مردان تعریف میکنن، اما پوشش مورد پسندشون اون پوششی نیست که برای زنان در جامعه به صورت کلیشه‌ای تعریف شده. وقتی ما حرف از آزادی، یا حتی بالعکس هم داریم در مورد مردان هم صحبت میکنیم، وقتی ما حق آزادی پوشش رو در مورد صحبت میکنیم و وقتی فرهنگ سازی میشه از اون سمت از طرف سیستم آموزشی، فکر میکنم به اون نقطه میتونیم برسیم، هرچند در دراز مدت، که افراد رو با همه این تنوعها بپذیریم. ببخشید الان حضور ذهن ندارم در مورد جزئیات، ولی فکر میکنم این مباحث اگر جا بیفته در ایران آزاد فردا، خیلی از جزئیات دیگر رو هم
در بر میگیره و خیلی از مشکلات که امروز جامعه رنگ کمانی باهاش دست گریبان هستند رو کاور میکنه. همین مسئله که آقای پرویزی گفتن، مثلا پدری فرزندش رو زده، من فکر کنم بیشترین اتفاق و خشونت هایی که افراد از سوی خانواده مخصوصا و اطرافیان میبینن مسئله آبرو در جامعه ماست، چون جامعه جامعه ای نیست که این افراد رو بپذیره و پدر، اعضای خانواده، مادر از ترس اینکه مردم در مورد من و بچه من چی میگن حاضر اون بچه رو بکشه تا مردم نه اون بچه رو ببینن نه در مورد زندگی اینا نظر بدن. اما شما اگه فکر کنید که بستر جامعه انقدر آماده باشه که هیچ کسی مورد قضاوت قرار نمیگیره بر اساس تفاوت هاش، خب اون پدر و اون خانواده، اون مادر هم جزء اون جامعه هستن و طبیعتاً این ارتقاء فرهنگی بر افکار اونها هم تأثیر گذاشته، لزومی نمیبینه که فرزندش رو بکشه یا اونقدر فرد رو تحت فشار قرار بدن که فرد زندگی خودش پایان میده. من فکر میکنم یک سری اصول کلی هست که جزئیات رو هم بسیار در بر میگیره. متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، خیلی ممنون، مرسی از توضیحات خیلی خوبتون. یه نکته ای رو که لازمه بهش توجه کنیم، مادر جانشین هست، در واقع مادرایی که جای رحم یک خانمی که رحم نداره رو میگیرن، یا دو مردی که با هم ازدواج میکنن حاضر میشن برای اینا بچه ای رو در رحم نگه دارن. و این مسئله کنارش هم در واقع بزرگ کردن یک بچه هست از کودکی. و من هم قبلا هم در اینجا در این جلسات این کانون دفاع از حقوق انسان و بشر گفتم که 70 مطالعه نشان داده که بچه ها در این خانواده های غیر سنتی یا رنگین کمان همونقدر سالم به دنیا میان که در خانواده های ناهمجنس خواه، و حتی در مواردی بهتر بار میان. دلیلش هم این هستش که در یک خانواده ناهمجنس خواه یکی از دو طرف میتونه مشکلات روانی داشته باشه و بنابراین این. اما نکته رو اون اول گفتین که من هنوز از اون لحظه ای که اون رو گفتین تا حالا دارم روش فکر میکنم، و اون این هستش که ما اقلیت نیستیم، رنگین کمان ها اقلیت نیستن، شهروندن، مثل همه هستن. بنابراین دارین شما اشاره میکنید به مسئله انگشت نما شدن، یعنی ما عادی هستیم و عادی بودن ما رو بپذیریم و حتی صحبتهایی که در واقع خسته کننده میشه در مورد ما رو هم بذارید کنار، یعنی صحبتهایی که مثلا اظهار فضلی باشه که این مثلا یک این مشکلات خاص رو هم داره و توجه نکردید و نمیدونم اینا. و اگر خواست مسئله رو به صورت ویژه میخواییم بررسی کنیم، تمام مدل‌های مختلف اجتماعی رو هم لازم و ویژگیش رو مورد بررسی قرار بدیم. و بنابراین تاکید شما بر روی عادی بودن شما، یعنی شهروند بودن شما، نکته اساسی است. اما من شما بر روی آموزش تاکید میکنید و دیدم که هم خود شما دوباره این تاکید کردید و هم دوستان هم روش اشاره کردن، من قانع نمیشم فقط به آموزش. من معتقد هستم که نه، ما باید توی افکار و مرام و دین خودمون تجدید نظر کنیم، یعنی لازمه که نپذیریم هر چیزی که درش تبعیض هست، هر چیزی که درش یه دی میپذیرن یه دی نمیپذیرن. لازمه به جهان شمول بودن افکار خودمون توجه کنیم، یعنی به حقوقی بودن افکار خودمون توجه کنیم و اینکه در این فکر طبیعی خود ما فضای بازی هست که در آن همه چیز رو میشه بررسی کرد، همه چیز رو میشه پذیرفت. و مجازات و تنبیه نه تنها در مورد رنگارنگی ها اشتباه است، بلکه اصلا تنبیه غلطه و جای قبلا اینجا گفتم به جای تنبیه لازمه جایگزین تنبیه رو پیدا کنیم که میشه جبران و درمان. یعنی انسانی که نمیتونه بپذیره با آموزش، این آموزش و آگاهی صحیح، اما خودآگاهی‌هاش هم لازمه که بریم یه سرکی بکشیم ببینیم مشکل این مرامی کجاست. پس بنابراین سوال من بعد از این توضیحات دادم این هست که آیا
در بین جامعه های رنگین کمان در دنیا شبکی ایجاد شده؟ اگر ایجاد شده بر روی فرزند کدوم نظر رو میپذیرن؟ آیا همه نظرهایی که بزرگ کردن بچه مادر جایگزین رو میپذیرن و راه حل‌های دیگه هم ممکنه باشه که من نمیشناسم، و یا اینکه به یک نقطه نظر مشخصی رسیدن؟ اینو از این نظر سوال میکنم که میدونم در بین همجنس خواها اینطوری که در فرانسه میدونم که 40%شون اصلا رابطه جنسی ندارن، همجنس خواه اصلا رابطه جنسی ندارن، نوع رابطه بین انسان ها رو طور دیگه ای تعریف میکنن، همه چیز رو در رابطه آموزش جنسی تعریف نمیکنن. مرسی، خواهش میکنم. متشکر آقای رایی. خانم گلدوست عزیز الان پاسخ میدین یا خانم جهانبین رو بشنویم بعد؟ بذارید من پاسخ بدم چون یک کوچولو فکر میکنم شاید متوجه سوالشون نشده باشم که اگر نشدم من رو تصریح کنن. من اول یک چیز کلی رو بگم که ایشون گفتم که بعضی از همجنس‌ها اصلا رابطه جنسی ندارن. اینقدر حوزه جنس و جنسیت حوزه پیچیده و گسترده‌ای هست که من با قاطعیت میگم که من هم به همه ابعاد و زوایای اون شناخت کافی ندارم، اما این رو میدونم که بحث گرایش عاطفی در انسان‌ها با گرایش جنسی دو تا بحث جداست. خیلی از انسان‌ها هستن که میتونن از لحاظ گرایش و تمایلات عاطفی مثلا به همجنسشون گرایش داشته باشن، اما از نظر تمایلات جنسی هیچ جنسگرا باشن یا دیگر جنسگرا باشن، یعنی به جنس و جنسیت متفاوت با خودشون گرایش داشته باشن. برای همین در این موارد ما اصلا نمیتونیم یک نسخه کلی بپیچیم. تعریف کردن جنس، جنسیت، گرایش جنسی میتونه فرد به فرد در انسانها متفاوت باشه و هر فرد خودش رو بر اساس شناختی که از خودش به دست میاره تعریف کنه، که این شناخت البته در طول زمان مکان میتونه بسته به اطلاعات و شناخت بیشتری که فرد از خودش پیدا میکنه تغییر هم بکنه در بازه زمانی. برای همین هر چیزی که شما برای من مثال بزنید من میگم که بله ممکنه وجود داره و وجودش هم کاملا طبیعی هست. به همین واسطه نگاه کنید، امروزه تعریف جامعه رنگین کمانی بسیار گسترده است، تعریف علمیش، یعنی تعریفی نیست که من کرده باشم. ما امروزه به لاتین میگیم LGBTQ+، یعنی این ادامه این نمودار رو باز گذاشتیم به این دلیل که من فکر میکنم هر آدمی، هر انسانی وقتی به خودش رجوع میکنه، به گرایش های جنسیش، تمایلات عاطفیش، حتی اگر تجربهشون نکرده باشه، فقط اگر با خودش صادق باشه، یک جایی یک چیزی رو روی این طیف پیدا میکنه. مثلا خیلی از افراد هستند که بدون داشتن کشش عاطفی و تمایلات عاطفی و بدون اینکه عاشق بشن نمیتونن رابطه جنسی برقرار کنن. این در مورد هر انسان همجنسگرا، دو جنسگرا، دیگر جنسگرایی میتونه صفت کنه و یکی از دسته های گرایشات جنسی این آدم ها دمیسکشوال هستن. برای همین چون این مباحث در جامعه اونقدر باز نشده و چون این مباحث آدم ها شناخت کافی ازش ندارن و رو خودشون همونقدر کنکاش نمی کنن، یکم جامعه رنگین کمانی یا طیف گسترده گرایش های جنسی و جنسیتی محدود شده به گی، لزبیان، بایسکشوال، ترانسجندر، حالا نهایتا مثلا هیچ جنسگراها یا مثلا ایسکشوال ها یا اینترسیکس ها و اینا، در صورتی که اینقدر گسترده است که اصلا من الان حضور ذهن ندارم در موردش صحبت کنم. فقط میتونم بگم که هر چیزی، هر تمایلی که از لحاظ عاطفی و جنسی فرد در خودش احساس بکنه و بتونه اون رو تجربه بکنه، البته که خیلی مواقع وقتی چنین صحبتی به میون میاد خیلی از افراد در مورد اینکه
رابطه جنسی با کودکان یا رابطه جنسی با حیوانات. من اصلا وارد اون حوزه دارم، من در مورد انسان بالغ دارم صحبت میکنم و رابطه جنسی که از نظر علم روانشناسی و روانپزشکی، مرجع علم روانشناسی و روانپزشکی تا به امروز که اینجا هستیم بیماری شناخته نشده، اختلال شناخته نشده، چون من در صاحب نظر نیستم که دست ببرم در لیست و طبقه بندی اینا. ولی با حرف شما معتقدم، به حرف شما معتقدم که ما باید در خودمون، افکار خودمون و جهانبینی خودمون هم تجدید نظر داشته باشیم. فقط مسئله آموزش آکادمیک کافی نیست. اما من فکر میکنم اون جهانبینی های اشتباهی که خیلی از افراد در جامعه داره از ناآگاهی سرچشمه میگیره. یعنی وقتی که شما هیچ چیز به غیر اون چه به تزریق کرده و گفتم باید همین کارو بکنی بلد نیستی، طبیعتا نمیتونی یک جهان بینی دیگه ای داشته باشی. آموزش باعث میشه تو فکر کنی. وقتی به شما آموزش داده بشه تو فکر میکنی که چرا من باید به عنوان یک مسلمان رابطه جنسی دو فرد همجنس رو گناه بدونم وقتی در علم روز دنیا داره میگه این درسته و طبیعه. من نظر من آموزش و فرهنگ سازی آدم ها رو به تفکر وامی داره و اون تفکر باعث میشه که افراد دید بازتری به مسائل داشته باشن و افراد آگاه با چشم بسته نه هیچ عقیده‌ای رو میپذیرن، نه هیچ مذهبی رو میپذیرن، نه هیچ دینی رو میپذیرن، نه کورکورانه از کسی پیروی میکنن. متشکرم خانم گلوس عزیز. خانم جهانبین بفرمایید، خواهش میکنم، وقت در اختیار شما. خیلی ممنونم که مجددن فرصت رو به من دادین. اول میخواستم تشکر کنم از خانم گلدوست بابت اینکه پاسخ سوال منو دادن. اما همون موقعی که شما داشتین صحبت میکردین من یه چند تا چیز هم خودم یادم اومد. یکی اینکه الان خب دیگه هممون داریم میبینیم که چون که برای خارج از کشور زندگی میکنیم، وقتی که میخوایم یه جایی یه ثبت نامی انجام بدیم، اون گزینه جندر رو وقتی میپرسه دیگه فقط گزینه زن و مرد نیست، گزینه دیگر هم اومده که این به خاطر اون احترام به خانواده رنگین کمانی ها هستش که میتونیم این هم به هر حال یه جورایی بحث آموزشی فرهنگی ببینیمش. چون من خودم یادم چندین سال پیش که این گزینه رو دیدم برای بار اول واقعا برام سوال شده بود که این یعنی چی. بعدن متوجه شدم که آها این به خاطر بچهای رنگین کمانی هستش. یه چیزی شما گفتین در مورد این که به هر حال بحث درمان و بهداشت به خصوص درمان رایگان این واقعا مسئله مهمیه که به هر حال این بچهای در واقع خانواده رنگی کمانی همه جور فشار روشون هست، اما این بحث عدم دسترسی به درمان مناسب یا عدم داشتن امکانات بهداشتی هم یه مسئله خیلی مهم هست، به خصوص اینکه خب به هر حال قرص‌های هورمونی استفاده میکنن یا حتی برای دوستانی که همجنسگرا هستن هم یه سری قرص ها هستش که باید مرتبا مصرف کنن و اگر اینها جز مواردی هم باشه که در فردای ایران به صورت رایگان در اختیارشون قرار داده بشه فکر میکنم خیلی خوبه. یه چیز دیگه ای که من به هر حال از صحبت دوستان میشنوم بحث حق سرپرستی کودک هستش، یعنی اینکه خانواده حالا به خصوص همجنسگرا بتواند کودکی را به سرپرستی بپذیره. و یه چیز دیگه هم این که بشه مراسم سالانه اون رژه افتخاری که هستش در کشورهای مختلف انجام میشه بشه در ایران هم انجام بشه، به هر حال یه روز هم برای خانواده رنگین کمانی ها باشه. و من خیلی وقتا میبینم که بجز اشخاص رنگین کمانی خانواده شون هم توی اون راه به مایه همکاری میکنن و این اتحاده و این همدلیه و این حمایت خیلی کار قشنگیه. و به هر حال به عنوان سخن آخرم، همونجور که الان ما داریم به این فکر میکنیم که فردای ایران بحث به هر حال دینی نباشه یا دین نخواد غالب باشه بر بحث حقوق شهروندی و اینکه یک دینی بخواد برای همه مردم تصمیم گیرنده باشه و حتی در قانون اساسی هم بحث دین و مرام خاصی غالب نباشه، فکر میکنم این بحث جنسیتی هم خیلی مهمه که بچه های
رنگین کمانی از الان در موردش فکر بکنن خیلی ریزتر، اینکه چه خواسته ای دارن، اینکه حتی توی قانون اساسی چجوری براشون نوشته بشه، به هر حال لااقل یه بند در مورد این بچه ها باشه. مرسی، میکروفون در اختیارت. ممنون خواهم جمعبین عزیز. خب خانم گلدوست در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش. آره ببخشید، من سوال آقای راهی اگر اشتباه نکنم. آقای راهی، بله. آره من یه مقدار اونجا رشته کلام از دستم در رفت، میخواستم اونجا که توضیح دادم که اگر انسان‌ها خیلی بپردازن و به تمایلات و گرایششون حتما خودشون رو در روی این تیپ پیدا میکنن، این رو تصدیق به اون حرفم گذاشتم که ما در اقلیت نیستیم. یعنی شاید جامعه رنگین کمانی میاد فقط در مورد تنوع‌های گرایش‌های جنسی یا هویت‌ها یا بیان‌های جنسیتی صحبت می‌کنه، اما این شامل حال همه انسان‌ها در جامعه میشه. ولی به اسم این قشر، چون اون اتکتی که بهشون زده شده مسائل جنسی و جنسیتی هست تموم میشه، پس ما نمیتونیم. بس در همینه که من میگم ما در اقلیت نیستیم، چون هر آدمی خودش رو هر کجای این طیف پیدا می‌کنه. و یک سوالی هم کرده بودی در مورد بچه دار شدن، که خب قانون حق برابر برای ازدواج، اگر در قانون حقوق برابر برای ازدواج در قانون باشه، طبیعتا در پی اون حق داشتن فرزند یا به سرپرستی گرفتن فرزند هم شامل حال این شهروندان میشه. البته اینکه آیا اون زوج با هر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی تصمیم میگیرند یا میخواهند که فرزندی داشته باشند یا نه، خیلی تصمیم شخصی است و میتونه در خانواده های مختلف بر اساس شرایط زندگیشون متفاوت باشه. یعنی من نمیتونم که نظر بدم این که آیا در زوجهای همجنس این تمایل وجود داره حتما یا نداره. در برخی ها وجود داره، مثل زوجهای غیر همجنس، چون خیلی ها الان میبینیم که تمایلی به داشتن فرزند ندارن یا تمایل به سرپرستی گرفتن فرزند دارن، یا اینکه نه تمایل دارن که خودشون صاحب فرزند باشن. مشکرم. و خانم جهانبین هم ممنون که نکات دیگه رو هم گفتن که جزئیات این مسئله رو بیشتر مشخص کردن. مرسی، ممنون از شما. جناب رای در خدمت شما هستیم، اما فقط قبل از اینکه شما صحبت بفرمایید، من در این خصوص اتفاقا در رابطه با قانون اساسی پیشنهاد شما سوال داشتم که در بخشی یا بخش‌هایی به این مسائل پرداخته شده و تا چه اندازه. خوشحال میشیم که بشنویم از شما. بله خیلی ممنون. ببینید مطلبی که خانم جامین گفتن در مورد اینکه قانون اساسی لازمه بی‌طرف بمونه، یعنی ساختار حقوق موضوعی یک جامعه، من چون قانون رو کلمه دقیقی نمیبینم، به جای قانون حقوق موضوعی رو میذارم، یعنی حقوق طبیعی رو لازمه در نظر بگیریم و حقوق قوانین دیگه هم بازم حقوقی باشن، یعنی یه چیزی من درآوردی که توش تبعیض و اینا هسته نباشه. بله قانون کاملا صحیح، قانون اساسی لازمه بی‌طرف باشه، اما من در کمیسیونی که در مورد خانواده بود شرکت داشتم و در اونجا همین مسئله که اینجا میگم رو مطرح کردم که نگوییم خانواده تشکیل شده است از زن و مرد. در این قانون اساسی پیشنهادی زن و مرد وجود داره و من مخالف هستم با این. بنابراین یکی از جاهایی که لازمه از نظر من تصحیح بشه همینه، به جای اینکه بگوییم دو انسان. من حتی از خانم ایشون پرسیدم که آیا موافقیم که خانواده رو بر اساس دو انسان تعریف کنیم یا نه، ایشون پاسخ دقیق به من ندادن. خوشحال میشم که به من پاسخ بدن. من به هر حال پیشنهاد من این بود که جامعه تشکیل شده است از دو خانواده، از دو انسان، و در سیرورت این خانواده بچه ها، خانواده رو همه اعضای خانواده اداره میکنن در این مورد. اما خواست نکته رو از روش سخنران ما رد شدن و اون این استش که گفتن حالا من منظورم از جامعه رنگین کمان تنوع انسانی هستش و این نشان میده که در جامعه رنگین کمان گرایش های دیگه هم وجود داره، گرایش های رابطه با حیوان هم وجود داره در واقع.
و این نشون میده که به یک نکته دیگه لازمه توجه کنیم. گرایش های جنسی رو به صورت علمی لازمه بررسی بشه و در رابطه علم هم موقعی که میگیم بررسی علمی، علم حکم نداره. علم بررسی میکنه، تحقیق میکنه، آزمایش میکنه، نتیجه رو اعلام میکنه. همین این نتیجه رو هم چگونه اعلام میکنه؟ علم بعد از آزمایش مجبور میشه از فلسفه علمی استفاده کنه، چرا که قسمتی از واقعیت بیرونه، قسمتی هم در ذهن ماست. ذهن ما هم ترکیبی هست از عقیده، تأمل و تفسیر. برای اینکه اینو بتونیم جمع جورش بکنیم و این رو تطبیق بدیم با حقوق، لازمه به یک فلسفه علمی داشته باشیم. کار فلسفه علمیه و این هم نسبیه، یعنی در علوم انسانی حکم نمیشه صادر کرد، فقط میشه گفت نتیجه. نظر من این هست، اینو هم به عنوان نظریه بهتون مطرح میکنم. بنابراین در اینجا لازمه توجه کنیم. من از خانم الیزابت بدنتر که فمینیست هست این مطلب دارم براتون میگم، که ایشون میگه 40 و چند نوع همجنس خواهی وجود داره. در این 40 و چند نوع همجنس خواهی مواردی طبیعی نیست، مواردی هم طبیعیه و بنابراین لازم از ارمی. مثلا به عنوان مثال میگه ادغام فرزند با مادر، موقعی که مادر تنها زندگی میکنه، طلاق گرفته، این میتوانه نارسایی های روانی ایجاد بکنه، میتونه یک علتش باشه، ولی این تعمیم نداره به همه این موارد. در رابطه خواستم اینو، چرا اینو من دارم میگم، میخوام بگم که حتی توجه داشته باشیم که در رابطه رنگارنگی که داریم تعریف میکنیم میتوانه مواردی از تمایل به حیوان هم طبیعی باشه، نمیدونیم ما، اینو علم جواب میده. خواستم در این مورد صحبت بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم جناب آقای بفرمایید. من فکر کنم شاید تو حرفای من یکم سوء تفاهم شد. من اشاره کردم به این که این نمودار و این مبحث جنسی و جنسیتی و گرایش جنسی میتونه به انقدر گسترده باشه که به تعداد افراد، انسان‌ها و تمایلاتی که در خودشون میبینن متنوع باشه. و وقتی به این اشاره کردم تصحیح کردم که این حرف من اینجور استنباط نشه که من دارم مثلا هر گرایشی رو تایید میکنم، مثلا گرایش به، حالا شاید میگم مثلا با محارم، رابطه جنسی با محارم، یا مثلا رابطه جنسی با کودک، یا رابطه جنسی با حیوان. من منظورم بود که حرف من به این معنا نیست، چون من اصلا در جایگاه نیستم و صاحب نظر نیستم در این مورد که بخوام اینها رو تایید کنم یا تکذیب کنم. در این مواقع بهتره که به منابع علمی رجوع کنیم، علم روز دنیا که در مورد اینا چی میگه. و تعریف من از اون گستردگی، گستردگی تا جایی بود که از لحاظ علمی، که همونطور هم که شما گفتین علم هم نسبیه و در بازه زمانی میتونه تغییر بکنه، از لحاظ علمی تا به امروز ما اونها رو طبیعی میشناسیم و طبیعی شناخته شده. این یک نکته. موضوع بعدی، من اصلا اونجا پس متوجه سوال شما نشدم، میس کردم سوال شما رو. طبیعتاً باید در قانون پیش رو همه اشکال خانواده، همونطور که در اول صحبت هم گفتم خانواده هسته‌ای دیگه امروز معنا نداره، و همه اشکال خانواده، حتی خانواده‌ای که من و حیوان خانگیم تشکیلش میدیم، به رسمیت شناخته بشه و از حقوق برابر برخوردار باشه. پس من نظرم بر این هست که همه اشکال خانواده، اون چیز که امروز به عنوان گستردگی و تنوع اشکال خانواده در مورد صحبت میکنیم، باید از این حقوق برابر برخوردار باشن و این حقوق برابر باید در قانون حتما بهش اشاره بشه. امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم، اگر که سوال درست متوجه شده باشم. بسیار عالی. جناب آقای رایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، نه من، شما توضیحتون شفاف بود، من نه اینو نگفتم به خاطر اینکه شما مبهم گفتید، نه شما صحبتاتون امروز کاملا شفافه و من نوع توضیحی که میدونم خیلی دوست دارم و صحیح میدونم.
بدون ملاحظه میگید، دقیق میگید و توجه میکنید به گستردگی موضوع، به پیچیدگی موضوع، و اینا همه نشان دهنده این هستش که انسان سالمی هستید. من نه، منظور من این نیست. منظور من این هستش که لازمه که از کلیشه‌ای فکر کردن ها بیاییم بیرون، استروتیپ فکر کردن ها بیاییم بیرون، این که من میفهمم و صحیح هست بیاییم بیرون. چرا که تنوع، همونطور که گفتیم، تنوع زیاده و بنابراین داریم در اینجا موقعی که صحبت میکنیم از حقوق انسان، لازمه به حقوق طبیعت هم توجه کنیم، به حقوق جامعه هم توجه کنیم، به حقوق جامعه در جامعه جهانی هم توجه کنیم. و بنابراین میبینیم که موقعی که از حقوق داریم صحبت میکنیم، از طبیعت صحبت میکنیم، همه چیز رو میشه زیر علامت سوال برد، از جمله خود خدا رو. یعنی من نمیتوانم خاطر جمع باشم، سوال نکنم، شک نکنم، تردید نکنم، چون چرا نکنم، چون این کار صحیحه. صحیح نکردن و دکسه‌های اجتماعی رو، فکرهای جمعی اجتماعی رو پذیرفتن اشتباهه. به این علت که من میشم در این حالت منفعل و اون فکر جمعی اجتماعی، اون دکسه‌های اجتماعی میشه فعال، و من در واقع رابطه فعال غیر فعال رو انتخاب کردم که در طبیعت وجود نداره. طبیعت رابطه ها همه بین فعال و فعاله، حتی رابطه انسان و خدا، اونایی که خدا رو قبول دارن فعاله و تو این رابطه نمیتونه تبعیض قرار بگیره. چه رابطه فعالی بین انسان و خدا هست؟ خدا تأثیر گذاره چون مطلقه تأثیر نپذیره و رابطه گیره، انسان تأثیر گذاره، تأثیر پذیره و رابطه گیره. تفاوتش فقط اینه که مطلقه تأثیر نمیپذیره چون مطلق همه چیز رو داره، این هم تأثیر میگذاره هم تأثیر میپذیره. پس بنابراین اصلا تصور این که یک جایی از جاهای ما عقل خودمون رو در اختیار کسی بذاریم، این فکر غلطه. به این علت که اینو منفعل کردیم خودمون رو، حتی در اختیار علم بذاریم، حتی در اختیار، یعنی موقعی که علم یک نظریه رو میاد مطرح میکنه، توصیه میکنه، نه حکمه، توصیه میکنه یه خانم پزشکی که واکسن بزنید یا نزنید، تصمیم نهایی رو من دارم میگیرم، توصیه میکنه که شما مثلا این زوجی که هستید میتوانید مادر جایگزین رو انتخاب کنید، برای اینکه یکی از دو تا تمایل شدید داریم که حداقل خودش مادر یا پدر طبیعی بچه باشه. و بنابراین میبینیم که صحیح میفرمایند که تنوع زیاده و در واقع موقعی که ما فکر میکنیم، یا در مدار مادی مادی فکر میکنیم، مدار بسته فکر میکنیم، یا در مدار مادی معنوی فکر میکنیم، مدار راستگویی فکر میکنیم، مداری که در آن سوال میکنیم و جواب اگر قطعیت علمی نداشته باشه نمیپذیریم. و در اینجا یه نکته دیگه مطرح میشه، عقیده ما، حالا هرچی هست، مجموعی از قواعد، نمیتوانن همراه علم نباشن یا در جایی نباشن. بگویم من عقیده من دیگه در اینجا بسته است و نهایی شده و بنابراین دیگه علمو نمیپذیرم. در واقع عقل طبیعی ما عقل تجربی هست و عقل نقاط هست. چرا عقل تجربی هست؟ به این علت که به تدریج متوجه میشیم و در رابطه تنگاتنگ با موضوع متوجه میشیم. و چرا عقل هست؟ به همین علتی که ایشون گفتن، چون لازمه چون چرا بکنیم و بپذیریم انسانی خطا میکنیم، خطا کردن بد نیست، خطای خود رو تصحیح نکردن بده. و بنابراین در این رابطه مرتب خود رو بروز کردن، ما میتوانیم بسیار از چیزها رو که تا حالا نپذیرفتیم بپذیریم. خیلی ممنون، مرسی. بنابراین سوء تفاهمی برای من پیش نیامد، من کاملا توضیح شما رو فهمیدم، خودم موضوع رو سعی کردم باز کنم. مرسی. متشکرم جناب آقای رایی گرامی. بانو گلدوست عزیز، من حالا در واقع سوال پایانی خودم میپرسم، اما دوستان باز بعد از صحبت شما میتونن مشارکت داشته باشن اگه سوال داشتن. البته تمام توضیحاتی که داده شد، صحبتهایی که شد، واقعا لازم بود برای هم آشنایی خود شخص من. مثال میزنم که هم از مشکلات شما بدونم، هم اتفاقایی که براتون افتاده و هم آنچه آرمانهای شماست، خواسته های شماست، حقوق شماست. بسیار مفید بود صحبتهایی که شد. اما از اونجا که بخشی از در واقع موضوع جلسه هم در اینجا باید مطرح میشد در مورد اعتراضات،
در واقع سوال آخر من و حرف آخر من اینجا این هستش که توی این اعتراضات خیلی من میخواستم بدونم که البته یه نکته اول اشاره کردین از بابت این که گفتن الان وقت این نیست، اما میخواستم بدونم تا چه اندازه حمایت شدین یا از چه طریقی یا چه کسانی بیشتر اون حمایت انجام شد، و اینکه حالا جدا از اینکه در تجمعات حضور داشتین که من خودم هم در فیلم ها دیدم پرچم عزیزانی که حضور داشتن، اما جدا از اون شما هم برای حقوق خودتون در واقع و همچنین در این جنبش چه اقداماتی انجام دادین. خوشحال میشم که اینم بشنویم، بعد دیگه حالا اگر دوستان دوست داشتن که صحبت کنن در خدمتشون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از شما. اولش باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه جامعه رنگین کمانی ایرانی که اکثریت هم خارج از کشور هستن تو این سالهای اخیر بسیار پراکنده هستن و دلیل این پراکندگی همون تجربه زیسته سرکوب و به حاشیه رونده شدن از طرف جامعه بوده و همونطور که جامعه ما دارن این الفبای جنسی و جنسیتی رو تازه یاد میگیرن، خود جامعه رنگین کمانی هم نوپا هستن در یادگیری این الفبای جنسی و جنسیتی و فکر میکنم کل جامعه ما، جامعه ایرانی، اتحادی که این دفعه از خودشون نشون دادن حتی خود جامعه ایرانی رو هم به تعجب واداشته. اتحادی که در بین ایرانیان خارج از کشور وجود داشته با هموطنان داخل از کشور، و این خب در مورد جامعه رنگ‌کمانی هم صدق میکنه. این اولین بار بوده که شما در اعتراضات خارج از کشور حضور جامعه رنگ‌کمانی رو اینقدر پرقدرت و آشکارا داری میبینی، پس برای خود این جامعه هم تجربه جدیدیه و داره یاد میگیره، دارن همدیگر رو پیدا میکنن، تو شهرهای مختلف گروهای کوچیکی تشکیل میدن، کارهای انجام میدن، بیانیه هایی مینویسن و سعی میکنن ارتباطشون رو با جامعه رنگ‌کمانی داخل ایران نگه دارن، چون اونها هستن. اوکی، ما هم شهروند ایران هستیم، اما اکثر ما خیلی ساله که از ایران خارج شدیم و اون مبارزه‌ای که در خیابون‌های ایران صورت می‌گیره، من فکر می‌کنم اولویت با عزیزانی است که امروز در ایران هستن و در خیابون‌های ایران هستن، و ما هم اگه حرکت می‌کنیم برای اونها، آزادی اونها و رسیدن به اهداف اونها، و ما هم در کنار اونها و همراه اونها هستیم. من همیشه این نظر شخصی منه، چون من معتقدم من امروز اگر کاری میکنم، اگر در تظاهرات شرکت میکنم، اگر در جایی که زندگی میکنم به خیابون میرم، برای نیست که خودم دو فردای دیگه بتونم به ایران سفر کنم. حتما من برای آزادی اونهایی که امروز در کف خیابون در ایران هستم این کار رو میکنم، هرچند آزادی ایران منافع انسانی و حقوقی برای شخص من هم به عنوان یک ایرانی خواهد داشت. جامعه رنگ‌کمانی به غیر شرکت در اجتماعاتی که خارج از کشور وجود داشته، خب بیانیه‌های مختلفی با تشکل‌های سیاسی اجتماعی دیگه معمولاً صادر می‌کنه. این بیانیه‌ها در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور معمولاً منتشر میشن در اخبار، و خب خود من هم به عنوان یک ژورنالیست، نمیدونم، حالا در اول صحبتام نگفتم، من با خبرگزاری ایران وایر کار می‌کنم به عنوان ژورنالیست و تهیه کننده و مجری رادیو هستم در رادیو رنگین کمان که تنها رادیو فارسی زبان جامعه رنگین کمانی است که برای ایران و افغانستان و فارسی زبانان پخش میشه برنامه هاش. هر موقع بیانیه‌ای بوده، اتفاقاتی بوده، تا جایی که من دستم باز بوده منتشر کردم، مخصوصا در رسانه های جریان اصلی مثل ایران وایر. با وجود این که بسیار وقتی میری کامنت ها رو میخونی بسیار انتقاد میشه، الان مگه وقت پخش کردن این اخباره؟ الان چرا در مورد اصلا جامعه LGBTQ+ ایرانی دارین صحبت میکنین؟ در صورتی که همین اخبار خیلی مرتبط با اتفاقاتیه که در داخل ایران داره میفته. یعنی تو بیشتر از یک ماه اخیر ما بقیه خبرها و
مقالات و نوشته‌هایی که مربوط به مناسبت‌های جهانی این جامعه هست و حتی حذف کردیم، یعنی فقط بیانیه‌ها و اتفاقاتی که مربوط به اعتراضات داره میافته. اما من فکر میکنم جامعه رنگین کمانی با حضور پررنگی داره، اما تریبون کوچیکی داره و این تریبون رو تا به امروز توی این 50 و چند روز با ایستادگی و قدرتی که داشته، همون پرچمی که تو همه عکس‌ها و تصاویر ویدئویی که همه رسانه‌ها پخش می‌کنن مشخصه، تونسته در نهایت از اپوزیسیون بگیره. هفته گذشته در تورنتو بعضی بچه‌ها شاهد بودن که یک سری افرادی که حالا نمیدونم از احزاب مختلف بودن یا در اون تجمع 50,000 نفری در تورنتو شرکت کرده بودن دو سه هفته اخیر، حتی معترض شده بودن که شما با پرچمتون رو بیاریم پایین. در صورتی که پرچم جامعه رنگ کمانی پرچمی که حزب سیاسی نیست، پرچم یک قشره، هرچند مطالبات سیاسی و اجتماعی داره، اما پرچمی که قشر سیاسی نیست که بر سرش دعواها و جدالهای سیاسی باشه. حتی در تجمع دیگه بوده، خیلی رسانه‌ای نشده، اما من دیدم که پرچم یکی از دوستان من رو از دستش حتی گرفتن و شکوندن، و اینها همه در اون دیدگاه آمیخته با ستیز و هراس جامعه ما نسبت به قشر رنگین کمانی داره که حتی در خارج از کشور هم به وضوح دیده میشه. اما مقاومت اعضای این جامعه باعث شد که شنبه گذشته از طرف برگزار کنندگان این تجمعات در تورنتو از پشت تریبون در کنار شعار زن زندگی آزادی، شعار کویر ترنس آزادی، ترنس زندگی آزادی هم داده شد و مردم تکرار کردن و من واقعا از شنیدنش همین الان هم مو به تنم سیخ شد که جامعه ما داره به اون نقطه میرسه که بدونه که ترنس زندگی آزادی هم یک شعاره، چون اگر زنان در جامعه ما مورد سرکوب قرار میگیرن، ترنس ها خیلی بیشتر از زنان در جامعه ما مورد سرکوب قرار گرفتن. اگر خشونت علیه زنان در جامعه ما بسیار زیاده، خشونت علیه زنان ترنس بسیار بسیار بیشتره. و همین دیشب بود که از طرف برگزار کنندگان این تجمعات در ونکوور با من تماس گرفتن و خواستن که من از طرف جامعه رنگ‌کمانی حضور داشته باشم توی جلساتشون و گفتگوهاشون و تجمعات که برگزار میکنن تا صدای ما هم به اندازه شنیده بشه. این شاید بهتون بگم که در تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از نوادره که فعالین سیاسی و اجتماعی به این باور رسیدن که نه تنها باید جامعه رنگین کمانی رو به رسمیت بشناسن، بلکه باید اونها رو به مشارکت هم دعوت بکنن. و من فکر میکنم این موفقیت که میتونم بگم موفقیت بزرگیه، از تلاش‌های کوچیک کوچیک همه بچه‌ها تو هر جایی که بودن به دست اومده، هرچند ما طبیعتاً نیاز داریم که یکم ارگانایز شده تر عمل بکنیم و این متاسفانه باگیه که جامعه ایران و در کنارش جامعه رنگین کمانی ایرانی داره و ما هم داریم همراه این خیزش اعتراضات و اگر اسمش رو انقلاب بذاریم یاد میگیریم این اتحاد همبستگی و خیزش انقلابی. ممنون، متشکرم از صحبت خوبتون. جناب آقایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، من این مطلب خانم گلبندی رو تایید می‌کنم، منتها یه چیز رو اضافه می‌کنم. هرگاه جامعه می‌خواد به حقوق توجه کنه، پیدا می‌کنه، می‌دونه کجاها رو باید توجه کنه. این فضای کلی که جامعه ایران ایجاد کرده ارزش داره و تلاش‌های خود ترانس ها بسیار مهمه. اگه تلاش نمی کردن دیده نمی شد. اما اون طرف هم هست، رابطه دو طرفه ایجاد شده. جامعه میخواد تبعیض رو برداره، متوجه شده که یه جاهایی که توجه نمی کنه بهش براش سرنوشت بنویسن، جاهایی هستش که میخواد خودش بنویسه، میبینه باید بدون تبعیض بنویسه و بنابراین خود به خود توجه به ترانس ها هم اون تو میگنجه و
چون توجه کردن، چون تلاش کردن، همون تلاش‌های کوچیک بزرگ میشه و مهم میشه. اما من یک نکته رو در رابطه با، چون کمیته اعتراض هست، میخوام در رابطه با اعتراض ایجاد کنم. من مخالف اعتراض با خودزنی هستم. یعنی من هیچ احتیاجی نمیبینم که ما اعتراض بکنیم، به عنوان مثال بگیم که اصلا خانم این موش یه ذره ببره. این خب یه نوع خودزنیه به نظر من. اعتراض هست، نه اینکه نیست، ارزش داره، نه اینکه نداره، اما میتونیم ما این رو یه طوری بکنیم که این خودزنی توش دیگه نباشه، هیچ صفر بشه خودزنی. یعنی خانم از زیبایی خودش، از زن بودن خودش نباید کم بکنه یا اعتراضی رو متوجه خود بدن خودش یا انسانیت خودش بکنه، همینطور ترانسا. و بنابراین من اعتراض رو یک خود زندگی میدانم، خود همین عقل نقاد میدونم، و در این حال معتقد هستم که لازم توجه کنیم به تک تک اعمال ما که مبادا جنبه منفی هم توش وجود داشته باشه، یا اگر جنبه منفی رو ما نمیدانیم ممکنه تفسیر منفی این وسط مطرح بشه. بنابراین اعتراض های ما لازمه که همینطوری که خانم گلبندی گفتن تریبون داده بشه به همه، بلندگو داده بشه به همه، و برای این لازمه که هنر در این، مثلا به عنوان مثال برای شما بگم، آقای آلن سوشون در فرانسه در دهه 80 یک کاری رو شروع کرد و ترانه هایی رو که مرد میخوند این رو با طبع ظریف طرح کرد که اون طرح زمخت رو در واقع بذاره کنار، و در واقع در جامعه فرانسه بحث این که ما یک مدل مشخصی رو که اونم ربط داره به قدرت رو برجستش میکنیم و جلوی مدل‌های دیگر رو می‌گیریم و اونا رو تمسخر می‌کنیم. مثلا یه مردی که اونطور زمخت نیست یا یه نوع دیگه خودشو نشون میده، بپذیریم این رو، لبخند و نیشخند نزنیم. و در هنر در واقع در اینجا نقش برجسته رو پیدا می‌کنه. من دیدم مثلا در فرانسه، حتی خودزنی رو که می‌گفتم دیدم، مثلا همجنس‌خواها میان یه دور دلغک بازی در میارن برای اینکه مردم بخندن به عنوان اتحاد. این یه نوع خودزنیه. صحبت کردن یک همجنسخواه با لحن خودش طبیعیه، همطوری که خانم گلبندی گفتن که ما اقلیت نیستیم، طبیعی هستیم، مثل همه هستیم. و بنابراین چرا من باید یه جوری خودم رو خاص نشون بدم؟ از قضا انگشت نما که دیگران میکنن، خودم مجبور باشم مواظب باشم که انگشت نما نشم. به هر حال از صحبت‌های شما خیلی استفاده کردیم، چون به جزئیات توجه میکنید و نشون میده که حساسیت حقوقی رو در حد بالا داریم و این حساسیت حقوقی در ارتباط هستش با هوش عاطفی ما، و این هوش عاطفی ما جنبه استراتژیک داره. یعنی لازم هستش که از شلخت کاری ها دست برداریم و جهت های دقیق بهشون بدیم. مرسی، خیلی ممنون. مرسی. بسیار عالی، ممنون جناب آقای رایی که مشارکت داشتین، حضور داشتین و سپاس از صحبت های خوب شما. بانو گلدوست عزیز، ما 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان جلسه. با توجه به اینکه حالا من فعلا شرکت کننده دیگه ای رو نمی بینم، اگر که صحبت دیگری دارین بفرمایید و در غیر صورت میتونیم جمع‌بندی داشته باشیم با هم دیگه تا پایان جلسه. من خیلی نکته ای نمونده که بهش اشاره کنم. فکر میکنم همه این نکته ها تو سوال ها و حرفایی که دوستان گفتن یا جواب هایی که من دادن گنجونده شده بود. فقط امیدوارم روز آزادی برای ملت ایران نزدیک باشه، که طبیعتا آزادی برای همه ما و نمونه از آزادی برای بشریت در دنیا خواهد بود، و امیدوارم تک تک ما به هر اندازه‌ای که در توانمون از دستمون برمیاد این قدم مثبت رو به سوی آزادی برداریم. مرسی. بسیار عالی و سپاسگزارم از حضور شما تو این جلسات، و خیلی خوشحال خواهیم شد که در جلسات دیگه هم شما تشریف داشته باشین اینجا صحبت کنیم، چون واقعا نیاز هست که در این بره زمان مخصوصا و حتی در آینده و آزادی ایران نیاز به این گفتگوها بسیار هستش، و چیزی که سالیان سال هیچ وقت در موردش صحبت نشده، نه اینکه کم.
من ضمن سپاسگزاری از تمامی عزیزانی که تو این جلسه حضور داشتن و مشارکت داشتن، از دستاندرکاران این برنامه هم جا داره که تشکر کنم که ضبط صدا و ادمین ها آقای سیاوش نوروزی، آقای سعید پورمن و خانم ستاره دژم بودن. خب ختم جلسه امروز رو من ساعت 19:53 دقیقه اعلام میکنم و مجددا تشکر میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. شب